قطعا شما که روی این ویدیو کلیک کردی داری به این قضیه فکر میکنی که واسه خودت یه کانال شخصی رو اندازی بکنی، در مورد چیزی که بهش علاقه داری تولید محتوا بکنی و در نهایت بتونی بازدید و سابسکرایبر لازم رو به دست بیاری، بتونی کانالتو به درآمد برسونی. یوتیوب سرویس بسیار محبوبیه و در طول ما بیش از 2 میلیارد نفر لاگین میکنن به این سرویس و حداقل یه ویدیو روی این پلتفرم میبینن و طبق آماری که خود شرکت یوتیوب منتشر کرده تو سال 2020 این شرکت 19.8 میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا بیش از نیمی از این مبلغ رو به عنوان حقوق به یوتیوبرها پرداخت کرده. سلام، به مجموعه آموزش دانشگاه یوتیوب خوش اومدید. من امیر عباس هستم و توی این سری آموزشی میخوام یوتیوب رو از صفر تا صد یادتون بدم. چطور موضوع پیدا بکنیم، چجوری بتونیم کانالمون رو راه اندازی بکنیم، چجوری بتونیم ویدیو آپلود بکنیم، تنظیماتش رو انجام بدیم، بتونیم براش بازدید به دست بیاریم و در نهایت بتونیم به درآمدزایی برسونیمش. خب اول در مورد این قضیه صحبت بکنیم که برای یوتیوبر شدن ما باید چه چیزهایی داشته باشیم و پیش نیازش چیا هستش. خب اگر بخوام خیلی شفاف بهتون بگم، اولین چیزی که شما نیاز دارید برای اینکه بتونید فعالیتتون روی یوتیوب شروع بکنید، انتخاب یه موضوع مناسب برای کانالتونه. این موضوع باید دو تا شرط داشته باشه. اول اینکه خودتون خیلی دوستش داشته باشین، چون اگه دوست نداشته باشید بعد از یه مدت انگیزتون رو برای تولید ویدیو از دست میدید. و مورد دوم این هستش که موضوعی باشه که در حال حاضر روی یوتیوب بیننده زیاد داشته باشه یا پتانسیل این رو داشته باشه که اگر در موردش ویدیو ضبط کردید افراد زیادی بیان و اون ویدیو رو نگاه بکنن. اگر این دو شرط رو همزمان نداشته باشه، به احتمال زیاد اگر وقت هم بذارید ویدیو هم ضبط بکنید، نتیجه مطلوب رو ازش نمیگیرید. دومین چیزی که نیاز دارید یه سری تجهیزات هست برای ضبط ویدیو. خب مهمترین چیزش ضبط خود ویدیو هستش که در حال حاضر فکر کنم همتون توی جیبتون یکیش رو دارید، اونم گوشی موبایلتونه. شما با استفاده از گوشی موبایلتون میتونید از خودتون ویدیو ضبط بکنید که مهمترین چیز هست که الان همتون دارید. تمامی تلفن‌های همراهی که توی 5 6 سال اخیر وارد بازار شدن همشون توانایی ضبط ویدیوی فول اچ دی یا همون 1080 رو دارن که الان محبوب ترین سایزی هستش که روی یوتیوب استفاده میشه. جدا از اون، از همین ابزار میتونید استفاده کنید برای ادیت ویدیوهاتون اگر کامپیوتر ندارید. غیر از گوشی موبایل، هزینه دیگه که باید بکنید خرید یه میکروفون یقه‌ای ارزون قیمته که چیزی بین 10 تا 20 دلار شما ارزون ترین میکروفون رو میتونید تهیه بکنید که الان توی ایران هم پیدا میشه، که قبلا هم توی ویدیو معرفی کردم، در ادامه هم باز دوباره در موردش صحبت میکنیم. غیر از این هزینه‌های دیگه که دارید، هزینه یه دکور ساده است و خرید چند تا لامپ کم مصرف که بتونید نور مناسب هم داشته باشید که برای اینها بعداً ویدیوهای مجزا ضبط میکنم. و سومین چیزی که شما نیاز دارید برای یوتیوبر شدن انگیزه هست، برنامه‌ریزی و استمرار. بعد انگیزه داشته باشید که وسط راه خسته نشید و کارتون رو ول نکنید. برنامه‌ریزی داشته باشید برای انتشار ویدیوهاتون، صرفاً ویدیو تولید کردن باعث موفقیت نمیشه. و استمرار داشته باشید. کسی که میخواد روی این پلتفرم موفق بشه حداقل بعد 1 سال براش انرژی بذاره و هر هفته بتونه براش ویدیو تولید بکنه. این 3 تا شرط رو اگر داشته باشید خیلی راحت همین امروز میتونید فعالیتتون رو استارت بزنید. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدی و خوشتون اومد، ازت خواهش میکنم برای ویدیو لایک بزنید، چون لایک زدن شما باعث میشه این ویدیو مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره، افرادی که مثل شما دوست دارن کانال یوتیوب داشته باشن و فعالیتشون اینجا استارت بزنن. جدا از اون، اگر میخوای آموزش بعدی از دست ندی، بهت پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب بکنی که بعد از اینکه ویدیو جدید گذاشتم از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشی. خب حالا میخوام در مورد یه سری نکته صحبت بکنم که دونستنش همین اول کار خیلی کمکتون میکنه برای اینکه انگیزتون رو در طول مسیر از دست ندید. اولین مورد این هستش که اگر روی یوتیوب میخوای فعالیت کنید باید هدف مشخصی داشته باشید. خیلی از بچه‌ها رو ازشون میپرسم هدفتون چی از اینکه میخواید کانال بزنید، میگه میخوام تو یوتیوب کار بکنم که پولدار بشم، میخوام پول در بیارم. پول در آوردن نمیتونه هدف باشه. مثل این میمونه که از کسی بپرسید که میخوای چی کاره بشی، بگه من میخوام پولدار بشم. پولداری شغل نیست. اولا پول محصول یه فعالیت دیگه ای هستش. بهتره که موضوع مشخصی انتخاب بکنید. مثلا بگید که من میخوام یه کانال آشپزی داشته باشم، غذاهای ایرانی به ساده ترین زبان آموزش بدم، یا میخوام یه کانال تکنولوژی داشته باشم که در مورد آخرین اخبار تکنولوژی صحبت بکنم. اینا موضوعات قابل فهم تریه و اگر این کار رو خیلی خوب انجام بدید در کنارش خب طبیعتا بازدید به دست میارید و میتونید درآمد هم داشته باشید. اگر کسی هدفش صرفا کسب درآمد از یوتیوب باشه، به نظر من امیدش خیلی زود از دست میده، به خاطر اینکه این پلتفرم خیلی طول میکشه تا شما توش به موفقیت برسید. جدا از اون، طرف میبینه که یه موضوعی انتخاب کرده براش ویدیو میذاره، بازدید نمیگیره، میپره به یه شاخه دیگه، شروع میکنه ویدیو در مورد یه موضوع دیگه ضبط کردن، اونم جواب نده، میپره به یه چیز دیگه و در آخر میبینه کانالش پر شده از ویدیوهای در مورد موضوعات مختلف که برای هیچ کدومش نمیتونه بازدید بگیره، چون از روز اول اصلا مشخص نکرده که روی این پلتفرم میخواد چه کاری انجام بده. حالا یه خواهشم ازت دارم، الان قطعا داری به این قضیه فکر میکنی که هدفت میتونه چی باشه. هدفت اگه میشه تو قسمت کامنت ها بنویس. ممکنه حتی در طول مسیر
هدفت رو هم تغییر بدی. ولی داشتن یه هدف خیلی خوبه. تو قسمت کامنت ها بنویسید، کامنت بقیه بچه‌ها هم بخونید که ببینید الان بقیه به چی فکر میکنن و دوست دارن کانال در مورد چه موضوعاتی داشته باشن. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که یوتیوب زمان بره. اگر میخواید تو این پلتفرم فعالیت بکنید و ویدیو تولید بکنید، حتما باید بخش از تقویم هفتگیتون رو خالی بکنید برای تولید محتوا برای یوتیوب. من پیشنهاد میکنم اگر میخواید هفته یه ویدیو منتشر بکنید، حداقل نصف روز در هفته رو برای یوتیوب خالی بکنید. چون اگر این کار رو انجام ندید، به محضی که کاری براتون پیش بیاد، اولین کاری که انجام میدید اینه که بحث یوتیوب رو میذارید کنار، براش ویدیو ضبط نمیکنید که به کارهای واجب دیگه‌تون برسید و همین باعث میشه چون فعالیت مستمر ندارید روی این پلتفرم نتیجه نگیرید. پیشنهاد من حداقل یه نصف روز هست. فکر کنم هفته اول که شروع کردید ویدیو ضبط کردن، حتی نصف روزم براتون کافی نباشه و یه ویدیو ضبط کردن شاید یه روز از وقتتون رو بگیره، ولی یواش یواش اوکی میشه و با همون نصف روز شما میتونید ویدیو ضبط کنید. این رو حتما روی تیک کاغذ بنویسید، یه جا بچسبونید که همیشه جلو چشتون باشه. یوتیوب برای ویدیوی شما مخاطب پیدا نمیکنه، یوتیوب برای مخاطبی که داره ویدیو مناسب پیدا میکنه و این به عهده شماست که ویدیو مناسب تولید بکنید که افراد دوست داشته باشن. این مشکلی که خیلی از بچه‌ها رو ناامید میکنه، میگه من ویدیو درست میکنم منتها کسی نگاه نمیکنه. اگر کسی نگاه نمیکنه، یا کیفیت ویدیو به اندازه کافی خوب نیست، یا موضوع انتخاب کردی که در حال حاضر مردم نگاهش نمیکنن. باز تکرار میکنم، یوتیوب برای محتوای شما مخاطب پیدا نمیکنه. یوتیوب یه سری مخاطب داره، برای اونها میگرده ببینه چه ویدیوهای مناسبشون اونو مقابل دیدشون قرار میده. یه اشتباه بزرگی که خیلی از بچه‌ها مرتکب میشن که خودشونو با افراد دیگه مقایسه میکنن. توی یوتیوب شما موقعی که کارت استار زدی، خودتو با هیچ بنی بشری نباید مقایسه بکنی، چون شما نه جایگاهتون یکسانه، نه سبک ویدیویی که تولید میکنید یکسانه. شما یه آدم منحصر به فرد هستی و ویدیویی که درست میکنید منحصر به خود شما هستش. حتی بین خودتون و شخصی که همزمان با شما شروع کرده و دقیقاً موضوعتون هم یکیه، نباید خودتون رو با این آدم مقایسه کنید، چون سبک ارائه دادن و ویدیویی که شما ضبط میکنید منحصر به فرده. شما خودتون رو فقط با خودتون مقایسه میکنید و عملکردتون رو به نسبت عملکرد موهای گذشته‌تون میسنجید. همینو بس. مورد بعدی این که یوتیوب رو باید به شکل دوی ماراتون ببینید، نه دوی سرعت. خیلی از بچه ها دوست دارن تو بازه زمانی یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه اینجا نتیجه بگیرن. گفتم بهتون یوتیوب اگر کسی میخواد فعالیت کنه، حداقل یک سال بعد انرژی بذاره و هفته یه ویدیو بذاره تا کم کم رشد رو توی کانال خودش ببینه. یوتیوب مثل دوی ماراتونه، مثل دوی سرعت نیست. و اینجا یه توییت از مستر بیست رو نشونتون دادم. این توییت از مستر بیست، مستر بیست یکی از بزرگترین کانال‌های یوتیوب رو در حال حاضر داره که ویدیوش همه چند ده میلیونی بازدید میگیره. گفته که اگر یوتیوبر تازه کار هستید، وقت بیشتری رو روی ایدهتون فکر بکنید و دو برابر زمان بذارید برای ضبط فیلم‌هاتون. 100 تا ویدیو ضبط بکنید و سعی کنید تو هر ویدیو یه چیز کوچولو رو بهتر بکنید نسبت به ویدیو قبلیتون. اگر همین مسیر رو ادامه بدید، قطعاً بعد از 100 تا ویدیو تغییر توی کانال خودتون می‌بینید. در کل فعالیت روی پلتفرم یوتیوب فراز و نشیب خیلی زیاد داره و اینکه کانال بزنید بتونید بزرگش بکنید، براش بازی جذب بکنید، قطعا کار ساده ای نیستش. برخلاف چیزی که بعضی اینجا تبلیغ میکنن و میخوان یوتیوب خیلی ساده نشون بدن و پول میگیرن دستشون میپاشن، هوا بیا اینجا میلیاردر شو و میتونی توی بازه زمانی کوتاه چند هزار دلار در ماه درآمد داشته باشی، نه از این خبرها نیستش. ولی خب شما قطعا شانس موفقیت خواهید داشت، به شرطی که انگیزه داشته باشید، با برنامه جلو برید و بتونید استمرارتون رو حفظ بکنید. میتونید روی این پلتفرم موفق باشید، مخاطب جذب کنید، شناخته بشید و بتونید از کنارش درآمد هم داشته باشید. پلی لیست دانشگاه یوتیوب به مرور زمان تکمیل‌تر میشه و من 0 تا 100 چیزایی که شما برای فعالیت روی این پلتفرم نیاز دارید رو کامل براتون توضیح میدم که زمان و انرژی که میذارید هدر نره و بتونید توی زمان کمتری نتیجه بهتری بگیرید. یه پیشنهادم براتون دارم، این کانال تلگرام من هستش. ویدیوهایی که اینجا منتشر میشه توی کانال تلگرام قرار میدم که دم دستتون باشه. جدا از اون، اگر دوره آموزش تجاری هم داشته باشم، قطعا همینجا داخل همین کانال معرفیش میکنم و اگر کد تخفیفی هم باشه اینجا برای بچه‌ها قرار میدم که بتونن دوره به قیمت کمتری تهیه بکنن. خب قدم بعدی براتون چیه؟ نگاه کردن ویدیو دوم این سری هستش. منتظر آموزش بعدی من باشید. فعلا خدا نگهدار همتون باشه.